باشه توی پارک یه قدم از من و زری جون و الهام جون دور نمیمونی نا. خیلی خوب یادم میمونه. آره سلام سلام خانم خوب هستم. سلام رسوند آقا چطورن؟ اقامتشون درست شد؟ بله مبین شدن. پس بسنه شما هم خواهیم بریم بریم دمارم خانم علی تولانده تو نریان گنجیچ بازی کنیم. بریم بابا بریم. خب مری خانم کوچولو چطورم؟ خوبه اون آش تو کالسکه نشسته منتظر بریم پارک. باری کلا پس با عزتون بچه ها نظام بگیریم نظام بگیریم میخواییم پرواز پربسته بکنیم و بریم. خب همه نظام پرواز پربسته پرواز پربسته پرواز داشت میدار شو یک از ما بگیر. چشم 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 آه خنده آها ها خب نه 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 لبخند بگیرم های صدر یادگاری آفتیون خسته نباشی مبارکه زنده باشی راضی هستی؟ چند ساله ای؟ 3 ساله؟ 10 ساله؟ ماهی 18,000 تومان دیگه بله لوازم چی؟ خیلی گرونه تا حالا که نخواستی چطور تا حالا نگفته بودی؟ چی بگم؟ الان 4 ماهه یه طلاقنامه غیابی فرستاد و یه نامه پر از عذر و بهونه و تموم حتی بچه‌م هم ندید و رفت. این روزا خیلی ها همه وجودشون اونجاست در حالی که خودشون اینجا زندگی میکنن. تو هم گیره یه همچین خانواده ای افتادی. نامش با وقاحت تمام نوشته همسرم کاترین برای تو فرزندمان سلام میرسانم. تو هم ازدواج کن. جدی میگم تو هنوز خیلی جوونی. ازدواج کنه ورد و واسش بنویس منو فرزندم و همسر ایرانی خوبم آرزو داریم تو و اون همسر فرنگی تو اون پدر و مادر بیاتفت و مورشور ببره. بابا خوشگلی دفت کن الان تمام میشه آینه رو نشکنی آخه مو هم شکسته والا این بزرگی کوچیکه رو گرد داد
جناب دروازه دولت 50. خب ما هم گشتمونه. عکس هنریه، طبیعیه، شکار لحظه است. نون بخور پسرمه. نون خالی نخو، اشتهات کور میشه، نهار نمیتونی بخوری. نهار همینه دیگه. همین؟ پنیر و هندونه هم داریم. واسه شستن دو تا تیکه ظرف هر روز نون پنیر حاضری. غذای سالم، عمر زیاد. عمر زیاده میخوای چیکار؟ که بزرگ بشم. که چی بشه؟ زن نگیرم، با یه تاکسی پژوی قسطی دور دنیا رو بگردم. نه، با تاکسی قسطی نمیشه. با عکاسی تو پارک، مسخره بازی تو تئاتر، لیچار بافی تو شهر بازی. یه زن خونه‌دار ویلایی 300 متری دو طبقه با آب و آره برد. آره، بنویس زنده اینام بیان. اونم بچر. خانم خوبی هستی، اما تا حالا شانس نداشتی. شوهرت ولد کرده رفته دیار غربت. خب دیگه هم بر نمیگرده. یه بچه داری، دختره، خوشگله. یه زن و یه مرد زندگیت پاشوندن. شاید مادرشوهر و پدرشوهرت باشن. مرد ترسو بود، دلش یه جا بند نبود. دلش بیشتر پیش مادر پدرش بود تا زن و بچهش. خوب خوب خیالت نباشه، زندگی جور میشه. بختت بلنده، پیشونیت بلنده، کارت را میافته، چرخت میچرخه. باید تقلا بکنی، توکل به خدا کن. حالا به کاریزه مال شما بودرم. خانم نیاز ما چی میشه؟ Da-d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 a
قرمز و سفید بود. بله بله درسته، من دیدمش. از این ور رفت. نه نه نه، از این ور رفت. خانم خانم، سلام خسرو، یه دقیقه بیا. چیکار داری؟ بیا. اینو نگاش کن. گذاشتن سرها رفتن. یه وانتی بود، یه زن و مرد. این شصیر در رفتن. زحمت دادو. خواهش می‌کنم، زحمت کشیدی. به آقا سلام برس. سلام برس. خدافظ. خدافظ.
صاحبا شما بیا تو ناره دیخ کرد. بچه سر راهیه؟ خب چیکار کنم؟ چه میدونم؟ وایسا ببینم یاد داشتی چیزی نذاشتن اینجا. آهای این بچه مال کیه؟ این بچه مال کیه؟ ای علی رضا سر و صدا را ننداز بابا. چیکار کنم؟ دنبال درد سری؟ بیا ببر بذارش دمه در یکی از این خونه هایی که زن و بچه دارن و بیا. ها؟ درد سر داره. باشه برو. بله میخرم ها. اگه این بچه رو میبری جایی تحویل بدی کالسکش مال تو. معلومه چی میگی آقا؟ این چه معامله کردنی؟ کاسب نیستی بابا. بچه نمیخوام. معلومه داری چیکار میکنی؟ چطور؟ بچه بالاخره صاحب داره باید تحویلش داد دیگه. اگه صاحب داشت که سر راه نمیذاشتنش. تحویل کی بدی؟ تحویل کلانتری. ها؟ باشه جنجش هستی، باش بلتو بینم، یلا بلتو بینم همش دمه درد شستم واسه من. سلام علیکم. چاقانا، صاحب این بچه رو میشنسی؟ نه، از کجا آوردی؟ پیداش کردین، انگار گذاشتن سر راه. پیداش کردی؟ به 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 ماشاءالله، دخترم که هست، خودم غلامشم. میدونی چی ها خسرو، از شما چه پنهون. زن ما بعد 6 تا پسر میگه یه جارو به دست ندارم، دلش خیلی دختر میخواد. خودم غلامشم و زنم کنیزش. اینو بدش به من. شوخیت گرفته شا غلام، باید بدیمش به کلانتری. مسئولیت داره بابا، بگیرش ببینم. کلانتری واسه چی؟ مگه من مردم که تحویل کلانتری؟ کلانتری هم تحویل پرورشگاهش میده دیگه. خب برو از پرورشگاه بگی. رفتم بابا، گفتن یه گردان بچه داریم به تو نمیدیم. خب ما چی کار کنیم؟ برو بابا برو برو مرسالی ها داره. گره چی بیدی گناس؟ این چو؟ سرژیگ نمانیان گره خانیری مزمود بیدی برن گرچو دورسن گنالو یه سال کمنان توریک نری شد امکار رو در میچم گیشتر ایستغن منالو یه فرادار ناس که تسنس لاچه توی نگالیس چیه بابا؟ چرا انقدر گریه میکنی؟ یکم طاقت بیار تا تکلیف روشن شه دیگه. لابد دل دردی، گوش دردی، یه دردی داره دیگه. بابا مادرشو میخواد. ساکت باش بچه. چیه جرم؟ این بچه چرا گریه میکنه؟ چشه؟ از این در میرینش تو ماینش کنم. وزیر جان، دور بچه هیوان بودم. آرش رو چی نرس؟ بفهمید. ببخشید. خواهش میکنم. ساکت شد بریم.
چانه؟ بچه چندم شماست؟ گریه بچه زبانشه، میخواد بگه دلش درد میکنه یا گوشش، تب داره یه سرماخوردگی یه گرسنه‌شه. نگفتم مادر زبون بچه رو بهتر میفهمه. این بچه ایش ناراحتی نداره، گرسنه‌شه. کی شیر دادیم؟ نمیدونیم. تغذیه غلط و استفاده نکردن از شیر مادر پایه نارسایی ذهنی و هوشی در بچه هاست. آمار یونیسف میگه 57% بچه های جهان سوم سوء تغذیه دارند. کارت شیر داره؟ بیا جونم، بیا با مادرش دعواتون شده؟ خودتون از زیر بوته عمل اومدین؟ یه زنی شما رو زایده بزرگ کرد، یه مردی هم در تربیت شما سهم داشته. پدرانی که فقط تولید مثل میکنن بهتر ازدواج نکنن، به کمتر بچه داشته باشن. وقت ورکشی کار بچه هاست. این بچه به هر دوی شما احتیاج داره. دیگه میکسر بفهمین. خیلی ممنون. چجوری بهش بدم؟ با دوامه، همین خوبه. دیگه چی لازمه؟ دیگه پوشک. بعد پوشک بیار. کدومو بدم؟ آها، این قشنگتره. نه، این بهتره. یه بسته از این. آخ آخ آخ، پستونک برای بند آوردن گریهش لازم میشه. بابا بیا، تو رانندگیت بهتره، تو برون. بده من این دیگه بلدی نمیخواد. از این بر کلانتری این بره. اول شیر رو میریزم بعد آبا؟ برعکس، شیر رو میریزم با. حالا چه فرقی میکنه؟ چند پیمونه هست؟ ببینم. دارم میخونم بابا، هرچی علکی هم نیست. یه ساعت واشتادین اینجای چونه میزنین بابا، فا بچه زب کرده. دوازده تا بچه بزرگ کردین، یه وقتی قرار رو نکردین، واسه یه بچه رو برون بر میزنیم. چقدر خوشگله، چرا گریه میکنه؟ بکش دست تو. لابد شیر مادرش میخواد آقا. باشه یه چایی میخواد. چایی نداره. باشه آقا. باشه. ولی من به خاطر باشه آقا چایی نداره. سینما پدر مادرمو ول کردم اومدم تهران. عشق علاقه است دیگه. بله. بعد تئاتر بازی کردم، دوره سربازی، دوره محصلی، اتفاقا تو دبستان کارگردانی هم کردم. بعد خیلی ممنون. الان هم توی یه تئاتر برنامه دارم، اگه دوست داشتین تشریف بیارین. فقط آدرس رو بدین. سه ماه دیگه؟ ولی تا اون موقع که... الو؟ الو؟ میگم چقدر هم بهت میاده ها؟ تو هم حالا شوخی داری ها؟ نه جدی میگم. چونه تو؟ نگاه کن، بگو بابا، بگو بابا. سرکار استوار، ببخشید. سلام، خسته نباشید. سلام جانم، بفرمایید. میخواستیم مشورت کنیم. راستش من تا حالا پام به کلانتری نرسیده بود. این بچه، یعنی این بچه رو میخواستیم تحویلش بدیم به کلانتری. بله، متوجه شدم. البته وظیفه من نیست که اینجا جواب شما رو بدم.
اما به عنوان برادر بزرگتر عرض میکنم بی خود خودتون تو دردسر نندازن. بچه مادر میخواد، فعلا تحویل مادرش باشه تا انشالله آشتی کنه یا کار یک سر کنید. سرکار استوار، اشتباه یعنی سوء تفاهم شده. سرکار استوار، نقل این حرفا نیست، این بچه رو گذاشتم پشت در. شما هم جوان لابد برادر خانم ایشون و دایی بچه هستین ها؟ نه خیر. بله به نفع شما و خواهرتون ایشون نیست که دخالت میکنید. چشم، ولی آخر سرکار استوار توجه کنید بابا، این بچه رو بردن گذاشتن در خونه ما و رفتن. اونا هم اشتباه کردن، اولا پیداست که بچه خودتونه. شما عصبانی هستید و زود تصمیم میگیرید. ثانیاً یه استشهاد مالی فردا تایید میکنید و میرید حوزه انتظامی. جناب سلام خودشون هم تشریف داشته باشن. کالسکه مهد کودک از این سختورای قدیمی. آروم باشید، پیدا میشه. نگاه نیمت، بچه چه وضعی برامون درست کرده؟ علیرضا آقا من دیرمه، باید برم به تمرین تئاتر برسم. آخه بابا تئاتر شوخی که نیست، با کسی شوخی ندارم، خیلی مهمه. اینو چی کارش کنم؟ کارم چی میشه؟ همینطوری ول میکنی میری؟ خسرو خان، پسر عمه جان، تئاتر تاکسی که نیست که هر جا خواستم پارکش کنم. یه لشکر منتظره، من نرم تمرین تعطیل میشه. نوکرتم، یه جایی بذارش دیگه، چی کارش کنم؟ یه کاریش بکن دیگه، قربونت برم، نوکرتم. میبخشید. عجب بچه ایه. چند سالشه؟ هنوز یه سالش نشده. 11 ماه هست. 11 ماه. شیرش هم نخوردارم. به زودی دستگیرش میکنه. چیه بابا؟ اومدم. گرفتاری شدیم. باز کنید. سلام علیکم، بفرمایید. سلام رازیه خانم، این بچه رو پیداش کردم. اگه میشه امشب رو نگهش دارین تا فردا صبح تحویلش بدم. خدا پدر مادرتون رو بیا مرده خسرو خان، اینا رو چیکار کنم؟ فقط همین امشب رو. آخه شاه غلام میگفت که دختر خیلی دوست دارین. شاه غلام واسه خودش گفته. حالا امشب رو نگهش دارین تا فردا. خدا رسونده، اینم نگرش داری. خدا شیشتا رسونده بستمه. تو که حالی نیست اینا چجوری بزرگ میشن؟ حالیمه میدونم، این یکی هم روش. تو که دیگه تو این کار اوسرا شدی. دختره ببین چقدر قشنگه، این نگاه کن. دختر و پسر نداره که، سر پیری بچه میخوام چیکار کنم؟ ببخشید خسرو خان، بچه سر راهی یا زیادیه؟ جناب بسم الله. بله، آدم چه میدونه؟ این بچه از در هر خونه تو بیان خیر و برکت از در دیگه فرار میکنه. چه درش سر کنار دیوار خرابه ای چیزی؟ آخه ممکنه گیر گدامده ها بیفته یا موش و گربه بخورن طفل معصومو. پس اقلن این استشهاد رو امضا کنیم. ما که سواد مواد نداریم. استشهاد دروغ هم نمیدیم. ببرش کمیساری خسرو خان. آره، ببخشید. میگم خسرو خان، شما که یه باغوش درست حسابیت خونت داری، یه ایوونکی رو هم فناش بده، هم مونست میشه، هم این که شاید خدا خواست واسه اون یکی رو هم کردی. آخه من که بچه داری بلد نیستم، گفتم فقط تا فردا صبح. خب آخه حیال ما هم کنو بچه داری نکرده. بالاخره که باید یاد بگیره، نه عروس خانم؟ بچه خدا دم فرق میکنه، ببخشید با اجازه. خواهش میکنم. پس اقلا این استشهاد رو امضا کنید. آخه من که چیزی ندیدم چی رو امضا کنم. ببخشید، بفرمایید. بفرمایید. خواهش میکنم. با عزت. Thank you.
حال شما؟ قربانت برم خسرو جان، چی عجب این طرفا؟ دلم تنگ شده بود، یه کاری هم داشتم. با خاله قریدی آشتی؟ دیشب حرکت. بذار بیاد نان شب بدم بریم تو. نه، باید برم. با خاله کار داشتم. هر دو تا سن گزدی؟ آره. گفتم اگه قرار باشید، لابد خاله بالاست. کیه؟ اوه، آمد. چیکار داشتی؟ نان تا بگیر، خواهرزاده تامده. سلام خاله تو. این شد دوتا. بنویس روی حساب. تو کی حسابت پر شده بابا؟ پر شده که پر شده، بنویس روی آب. سلام خاله تو. آفرین. از چله خواهرم تا الان یک سال و نیمه. آخر نمیگی یه خاله پیری این گوشه کنار بی کس و بی یار افتاده؟ تو اصلا کس و کار برای خودت باقی گذاشتی؟ ادب با تو چی؟ کسی با تو حرف بیزنه؟ خب بگو ببینم، لابد کارت گیر افتاده این برای اومدی، نه؟ بله دیگه، گرفتاری نمیذاره که. کار و قصد تاکسی و بالاخره من که بزرگتر از شماها کسی رو ندارم. بعد اون دختره که رفزن یه بازاری شد، دیگه توبه کردم که برات خواستگاری برم. همه میگفتم قدم من نصب بوده. نه خاله جون، راستش یه بچه پیدا کردم تو ماشینه. اومدم اگه زحمتی نیست امشب رو نگهش دارین تا فردا ببرم تحویلش بدم. یه دقیقه بیا بریم تو. تو بیا تو. مشکل خانواده منه، تو بیا بریم تو. اول شما غر کردید، شما بیاین تو. خیلی خوب بریم. همینجا زبون تو قفل میکنی یا خانواده ما تا حالا از این بدنامی ها نداشته. حالا چی معلومه که بندی خدا خدایم کرده باشه؟ باشه، بازم زبون تو قفل میکنی، فهمیدی؟ آره. قول دادی یا آشتی؟ آشتی قوله ها؟ باشه، قول. مبارک خسرو جان. هنوز که مبارک نیست، باید ببینیم بچه از کجا اومده، مادرش کیه. همینطوری که مبارک نمیشه. حالا یه امشب رو نگهش داریم، بعدا میام مفصل تعریف میکنم. حالا برو بیار ببینم این بچه چی شکلیه. آره برو بیار. چش. آخه دخترم برم بالا خودم نگارش میدارم. دیگه چرا بالا؟ قرار شد با هم زندگی بکنیم. آخه تو سیگار میکشی برای بچه خوب نیست. خورخورم که میکنی. هر وقت میخوایی بچه رو ببینیم بیا بالا. نه اینجوری نمیشه. بیا تو، بیا تو کار. پس چی؟ بیا تو کار دارم. همینجا بگو. قرار شد آشتی کنیم، بچه هم هر دوتامونو سرگرم میکنه، نه اینکه فقط تو رو. همینی که من گفتم، نمیخوای بفرستش بره؟ خواهرزاده توی من بفرستمش بره؟ معلوم نیست حالا که ننش کیه. خرجشم من بدم، بعد کیفش تو بکنی ها؟ پنج تا بچه بزرگ کردم، کیفشم کردم. منم کیفمو کردم. تمام گیلان و مازندران زیر پا گذاشتم بیچاره. تو چی؟ خوبه خوبه، اینقدر از اندام نکن. گیلان و مازندران زیر پا گذاشتم. دیگه نه یه در بزنی ها هی بوس بوس بکنی منت منه بکشم. منت بکشم؟ من؟ آره برو بابا. تو برو، خوبت برای من عرض اندام میکنه. الان
یار نیست بگیتی کسی را خریدار نیست ها میان زمین نو تمام مانده هم میان زمین نو هوا مانده هم چون من برگذشتم ز جیهون براب ز سکو فتادم من توی آب چه؟ رو تو بگیر اون برد سکن سرما تو به بچه نده ببخشید یه هم بالاخره این بچه رو چکار بکنه؟ امروز با هم رفتیم سر کار یکی دو تا مسافر نون آب دارم به این خورد بچه خوشقدمیه یه تا خوابه ببریمش بذاریم پشت در کلانتری بریم ها؟ نه خدا رو خوش نمیاد باشه فردا میگم رو تو بگیر اون برد سکن سرما تو به بچه نده ببخشین خانومه اسمش چی بود بالاخره؟ اسم چیه خانم کوچولو؟ چراغ روشن کن پریسا پریسا خانومه کسی و بچه مچی نداری این بچه رم بنا به اظهارات خودت و شاهد گذاشتم پشت در رفتم همین آره اونام قبول کردن قبول نکردن خودشون میان تحقیق کنن اصلا تو خودتو بکش کنار من تا دادسراش هم میرم نمیخوابی؟ چرا؟ این بچه بخوابه نمیخوابه که بچه جون بخواب دیگه بخواب دیگه لالا کنه لالا کنه چاکریم ترسیدم بابا ساماله صدای تارت میامد گفتم لابد چایت هم حاضره بیافتی صدای رادیو بود علیرضا مریضه خوابیده منم داشتم میخوابیدم نه ترس بابا شوخی کردیم اومدیم بگیم دورمون نوبت توه در خدمتیم پس یه عبدالزمیری هم خدا بیامرزه رفت قاطی مرغا اه؟ کی دیدینش؟ عصری تو میدون ولیعصر و عیاله امضا خوش نشده عیاله جوردو پیادهش کنه بیایم بریم دیگه یستشم آقا یا میفتین گیر شده بابا الان میایم یه دقیقه صبر کن اومدیم خلاصه این انشابا به نفع جمع نیست آره شب شنبه باید یه قانون بگیرم حالا بیاین تو حتما یاد داره خدافز خدافز
اومدم بابا. چی شده؟ علیرضا پاشو. علیرضا پاشو دیگه. چی شده؟ فکر میکنم باید ببریمش دکتر. که طورش نیست که. آخه داشت گریه میکرد. آباد باز دکتر میگه گوش نشه چم دونه؟ نه بابا، قبل از شام شیرشو خورد. پاشو دیگه، پاشو. یه دقیقه اینو نگه دار تا من دارم لباسمو بپوشم. خسرو دیگه چیه؟ باید عوض شه. حاضر شد؟ هنوز نه. الان حاضر میشه. بریم اونجا. یه دقیقه این بچه رو ساکت کن. باش. دیدا دیدا رامینام پرنده قشنگی اینجا نشسته. بالشو بسته. اوی بده بریم اونجا. خیلی خوب. هی این ماله یعنی همون خسروه. ماهی تو حوض خونه ما، ماهی ها یه رنگ و رنگ بالا و پایین میرن. او با پیلک ها حاضر شد؟ الان حاضر میشه با دارم مونکش میکنم. او بریم اکسارو پریسا اکسارو. نگاه بریسا اون گره چون مارکسه. این یکی که آویزونه هارولویده بچه جان. اون یکی سر چارلز چاپلینه، همونی که میگه دیدارم 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 دام دام دیگه. پریسا مامان جون، پریسا مامان جون، پریسا مامان. این عکس عمویه، اینم خوده عمویه، اینم خوده عمویه. نگاه سب کن. پریسا دست بزن. پریسا خوبه؟ پریسا دست حاضر شد بابا. اومده نه اینجا رو خانومو دیشب تا ما رو رقصونده، حالا خودش میرقصه. برش ببینم. نمیدونم والا. اگه به استشهاد شک داری یا میترسی بدی به من، بدش به من، میذارمش همینجا میریم دیگه. بالاخره یه مامور پیدا میشه میبره. حالا اگه مامور نبود و گیری آدم ناتو افتاد چی؟ بابا آخه ما که نمیتونیم اینو نگه داریم. میتونی؟ بعدم حوصله و وقت بالا و پایین رفتن از پلای دادسرا رو داری؟ نداری؟ بگیرش باد آباد. میبرم میذارمش رو میز رئیس حوزه انتظامی و میگم تحویل شما. همون چه داره؟ همینجا وایسا تا من برگردم. خسرو کالسکه؟ خالص که میخوام چیکار؟ الان میام بابا. بس یاد الله کمال جنازه دیزانته؟ بله. بچه چی؟ بچه مورد من اولشه.
ببین می نویسم هر سه تا کنم نویسم شور آقا میگی یا بنویسم؟ اثر کن نرسی پیدا شد از کجا؟ اثر مالمونه کدوم؟ اون که خوابیده پیرستی های شراسی دیگه هی خوش بینم بچه مال توه؟ من که اصلا ببخشید اتاق جناب سرهنگ کجاست؟ بفرمایید باش نمیشه این نویسا جناب سرهنگ برده که کاری نکردم به پیشم میگفتی کاری نکردم برده اولمه بشین تا تکنه رو شایش علی رضا پاشو بریم چی شد؟ باز آوردیش که اونقدر شلوغ بود که نوبت به بهانه میرسه بگو دلم نیومد دلم نیومد یه چیزایی اونجا دیدم که حالم خیلی بد شد حالا میخوای چی کار بکنی؟ فکراتو بکن دارم فکر میکنم میگم گناه داره به خدا اصلا تو برو به کارت برس منم اینه یه کاریش میکنم دیگه تو برو بله متوجه هستم باشه بپا تو درد سر نیفت ما رفتیم آره بابا برو تا تو اینجا وایسادی نمیتونم تصمیم بگیرم دفتر فیلمسازی نگاه سلام از بنده است ببخشید مزاحم شدم توی مجله خوندم که شما به سلامتی میخواین یه فیلم کمدی شروع کنین تبریک میگم منم بازیگر نقشای کمدی هستم رشته هستیم پانتومیمه بله نخه فانتومی نه پانتومیم میخواستم ازتون اجازه بگیرم که اگر جا هست ما از منم استفاده کنین خدا بگم چی کارت کنه علی رضا بفرمو خانم بفرما خانم کوچولو اینم کانسری امروزم بفرمایید مثل اینکه جور شد خانم کوچولو میبخشید خیلی عجیبه دارید مونتاژ میکنی؟ ولی اینجا نوشته که شما هنوز فیلم برداری شروع نکردین من این مجله رو الان خریدم خیلی خوب وقتی تو کلانتری ثابت شد که پولتو رو من برنداشتم همونجا حالتو میگیرم دندوناتو خورد میکنم شکایت میکنم ادعای حیثیت بچه خوابه ولی اگه ثابت نشه هم پولام از حلقومت میکشم پایین هم بساط تو جمع میکنم ادعای حیثیت آخه کدوم حیثیت آقایون حرفاتونو بذارید تو پاسگاه
اونجا معلوم میشه حق با کیه. سرکار جان الانم مشخص حق با کیه. ناسلامتی همشری منم هست. همشری ادا اوتان خجالت چک سبدن الان این یکی من اشتن گجدن منو سالبسان تهمت برسان بهتان آتسان خجالت چک اوراین آریردن دولودی منه نه مربون یواشتر صحبت کن بچه خوابه هم دولودو بساتون ده خلافتو جلح یشترسان ایا بساتم خلافتو سنه مربوط در شهرداریه مربوط شهرداریه ده میگم یواش بچه خوابه سند شما هم حال داری اما عشقی این میگه بچه خوابه بچه خوابه عشق خودتی میگم بچه خوابه باز داد میزنی برو پایین یالا چیشیره برم پایین شما ما رو گرفتی راست میگه دیگه بچه خوابه من چی کار کنم سرکار جان بچه رو میارم مسافر کشی آقا شما بلکن شما به بچه رو برس خب رسیدیم دیگه این چند قدم هم پیاده میریم بیرس کلنده حساب رز بشه ای هر کس شکایت یعنی بزو کنه هستیم برم من هش من بیدارت کردم از حلقومت میکشم بیرون شروع کن علی رضا بله همونجا وایسا نخ داری میکشی؟ نه تنابه با سر اشاره کن پانتومیمه دیالوگ نداریم چند بار بگم روی صحنه پانتومیم فقط من حرف میزنم نه میزنید متوجه شدی با سر اشاره کن اینجوری زخامت و تناب رو با دست نشون بده با دست اینجوری آه فهمیدی؟ سلام علی رضا خسته نباشی خانم خیلی خوب بود ولی یه هو دلم برای تنگ شد گفتم بیام دنبالت با هم بریم آقای محمدی بهت احتیاج دارم یه خورده جوندارتر نه راست حرف نزن نه نه وقتی فعلا که بله اما تنهایی نمیتونم کلافه شدم بابا فهمیدی؟ حرف نزن آقا اونجا چی میخوان شما؟ مگه تات جای بچه شیر خورد؟ پس من بیرون منتظرشم تا تو بیاد یعنی چی کارا؟ برو آقا فقط فردا رو وقت داریم کم روتوش میخواد پس فردا جنرال پتیونه قطعه پنج میریم یه دفعه دیگه قطعه پنج میریم شیر خوش براش بگرفتی؟ بگرفتم شیشه پسونک بگرفتی؟ بگرفتم کهنه و پوشک بگرفتی؟ بگرفتم گربه و موشک بگرفتی؟ بگرفتی؟ بله بگرفتم بگرفتی آلو لواشک بگرفتی؟ بچه ها بچه ما نزنیدش بچه ها بچه ما نزنیدش آلو لواشک دختر ماهاز نزنیدش دختر ماهاز نزنیدش از اون دختر هاس نزنیدش از اون دختر هاس نزنیدش چه میناله برای دو در خاله لا 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 با عرض سلام و صبح بخیر فرمان محمودی هستم از حوزه دوی ناحیه انتظامی شمال تهران بزرگ تنی تاتی کنی؟ بنابر اظهارات خانم شهروند تهرانی کالسکی حامل فرزند یک ساله ایشان یکشنبه گذشته از محبتی حرکت کرده و پس از طی مسافتی حدود یک کیلومتر از شمال به جنوب در خیابانهای فرعی منشعب از خیابان ولیعهد و این صدای جمسان محمودیه چند وقت خدمتش بودم مرد شریفی متشکرم تمام سلام بزار آمد نگار سبز روی من روی سبز زار آمد بهار آمد بهار آمد آره دیگه آواز مد بخونی بهار آمد یا
آسمون رو آسمون بفرم یه بریسا مهری جون. بله مادر. یه وقت منو بی خبر نذاری، دلم شور میزنه. چشم مادر. تاتی دوتون به خیر شنوندگان عزیز. تاتی علی رضا داره راه میفته دیگه. مبارکه. حالا بیا اینجا بشین با هم صبحونه بخوریم. آفرین آفرین به تو که دیشب یه ضرب خوابیدی گذاشتی ما همه چرت بزنیم. تو هم که همش فکر خوابتی. حالا پریسا خانم چی بخوره؟ شیرشی که خورده. بیا چای شیری براش درست کردم، توش کیک تیرید کن. امو 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 دیگه کم کم باید غذام بخوره. آها سوپ بلدی درست کنی؟ چند تا دندونم داره. بس براش چلو کباب درست میکنی. خب اینا که دندون کباب خوری نیست، شیریه. آها بیا بیا بیا. آها. هم 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 کنه هم کنه هم کنه هم کنه هم کنه. آه عصری میارم تحویلش میدم چون امشب شیفته در مونگام. منم که شیفته اوزچم. تو ماشین بخوابه بهتره یا با من نیز تو اوزچه؟ مسخره بازی در نیار. یه نفر رو بذار سر جاد واشت و بچه رو نگه دار. اما مواظب باش بلا ملا سرش نیار، بازی گوشی نکنی ها. آفرین هم 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 آفرین. بله قربان. از کالسکه و بچه عکسی داری؟ بله، پدر یکی از بچه های مهد کودک یکی دوتا عکس ازش گرفته. خوبه. ببخشید سروان محمودی بفرمایید. اینا مستقیم 50 تومن. چه طرز رانندگیه، نزدیک بود بکشیمون. ببخشید حواسم به شما بود، جلومو ندیدم. حواستون به رانندگی باشه، بچه بغل که رانندگی نمی کنه. چشم، براش یه صندلی میخرم. داداش اون جلو بغل گل فروشی لطف کنید نگه دارید. بینیم من بفهمید. مرسی. تو دیر باید نشد عزیزم، یه ذره دیگه دیرتر خبر کرده بودی معلوم نبود چه بلایی سر اون بوده. قربونت برم. سلام علیک داداش، ساعتی کار میکنی؟ چرا کار نمیکنم، خدا بیامرزه. نه بابا عروسیمه، ماشین عروس خراب شد گفتیم بی خیال، عروسو با تاکسی میبریم. سورپریزه. بفرمایید. گل میزنیم ها، عیب که نداره. نه خیلی خوب بچه ها. اولش نفهمیدم خدا بیامرز یعنی چی. بله بله بله.
خب بالاخره در خونه هر کسی رو میزنه دیگه. یه وقتی نوبت شما بود، حالا ما اما اونم چه وقتی نگاه بله. خب فردا نوبت این خوشگل است. خب پس فردا هم نوبت نوتون. این چی نازی خوابیده. آقا رسیدیم، خیلی ممنون. این بغلا نگهدار. مرسی. رد نشید. آها بیدار نشه. من الان برمیگردم. بچه لیم من دیر کردم. خب بابا ماشین خراب شد، مجبور شدم. خب تاکسی گرفتم دیگه. عروس و داماد سوار کردن. خدا بیامرز. 5000 تومان تو دای شهر. چیزی نیست. میگم یه فکری هم به حال خودت میکردی. با خودت ببرش دیگه. گناه نداره، بهش خوش میگذره. در بستیه بابا، عروسیه. راه برام گریه میکنه. آخر شب هم شیفت درمونگاه هستم تا خود صبح. نمیشه. بچه خسته میشه. میبخشید معطل شدیم. بدینش به من، خستتون کرد. برو بغل بابا. تئاتر هم بازی میکنه. نه، این عموشه. میذارمش پیش عموش. بگیرش. سلام علیکم. مبارک باشه. شما خوشبخت بشید. ان شاء الله نوبت شما. خدا از دهنتون بشنوه. ولی آسیاب به نوبته. از بزرگ تا کوچیک. اول خسرو خان. ایشون مجردن؟ نه خیلی، هر جفتمون از اوغلی هستیم. پس این بچه؟ ما هر دوتا عموشیم. میگم آقای داماد، دست راستتون زیر سر این پسر همه ما، بلکه ما هم یه سور عروسی بیاریم. شاید هم همین امشب دستشو بند کردیم. بچه باحالیه. ما رفتیم. ببین، شیرشو تازه خورده، خشک خشکم هست. خیلی مواظبش باشی ها. وای به حالت اگه ازت شکایت کنم. خدا اون روزو نگیره. امو بایا بای بایا بایا امو بایا میان زمین و هوا مانده. خیلی خوب، بقیهش هم به استعداد خودت بستگی داره. ببین کی توپ میندازه همونو بگو. مثلا اگه دیدی عاقل مردی داره توپ میزنه، بگو که من مرد عاقل زرو بردم. یه شب دیگه بابا جون. بابا آخه خیلی سخته، نه این چیزا رو بلدم، همم میترسم. آخه ترس نداره عزیز من، یه دفعه که بیفتی ترست میریزه. نگاه تو شروع کن به رجز خونی. میان زمین و هوا. تموم شده رفت؟ نه نه دیدم. سلام، شما این چه سعادتی، باور نمی‌کنه. حالت خوبه؟ من از هواداری قورپرپو سفت و سخت شما هستم. حالتون چطوره؟ خوبی؟ چه سعادتی جانم شد. من میبخشید وقتتون رو میگیرم. از بازیگرای تئاتر هستم. البته خیلی مونده بازیگر بشم. رشته اصلیم تئاتر، پانتومیم کار میکنم، ولی سینمایی چیز دیگه است. اگر این امکانو فراهم کنی که توی یکی از تجربیات سینمایی شرکت کنم، یک دنیا ممنون میشم. خیلی متشکرم، خیلی ممنونم. چه شانسی امروز به من رو کردی. خیلی ممنونم، فراموش نمی کنم. خیلی متشکرم، شرمندم کردی. مدیون شما. پریسا خانم، پریسا خانم، عمو خسرو صحبت میکنه. انقدر گریه نکن عزیزم. شیر میخوای شیر میدم، خوابت بیاد میخوابونمت. وای وای وای، نه نه. آه
ساز میزنم برات. گوش کن عزیزم. بلوم 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 پریسای عزیزم، تماشاگر محترم، کاش میدونستی امشب چه اتفاق مهمی برای من افتاد و احساس منو درک میکردی. من امشب به اندازه یک قدم خیلی خیلی بزرگ به عشقم، یعنی سینما، نزدیک شدم. یعنی میشه اون روز برسه که عمو علیرضا از روی پرده جادوی سینما با تو تماشاگر محترم و پریسای عزیز صحبت کنه. در آن روز عمو علیرضا بازیگر قهار سینما در پرده جادوی سینما خواهد درخشید. هورا 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 هورا. ببخشید این چنده؟ 7200. پاره کرد که کرد. بیا این پولش رو من بیا عزیزم بیا جیجی هم برات خریدم. ترسوندی بچه رو برات بخواه. ببخشید آقا معذرت میخوام، من که نظری نداشتم. خسرو جون من رفتم. راستی برو به سلامت. امشب تمرین آخره، بعضیا میان. اگه تونستی تو پریسا هم بیا. اگه پریسا نخوابید میاین. پس خدافظ. خدافظ. بای بای. خدافظ. به به چه خوشگل، چه خانوم، مثل تو یک دختر گل، هر کی داره پیر نمیشه. جیجیاشو ببین، جیجیاشو
بیا با این جیجی های تازه تاتی تاتی کنی. آفرین تاتی و تاتی رو پنجه، گربه میپره رو گنجه، آسه برو آسه بیا پریسا خانوم، دیر نمیشه مثل تو یک دختر گل هر کی داره که بشین عزیزم. سلام خسرو جان، نترسی ها. سلام عزیزم. سلام علیکم. بچه هنوز پیش شماست؟ بله. ایشون مادر بچه پریسا. نه پریسا عکسش تو روزنامه دیدم. جان خسرو جان یک ساعت تمام با خالت چانه زدم تا اجازه داد برم کلانتری محل اطلاع بدم. خیلی متشکرم آقا. ببخشید. خواهش میکنم. راستی شیرشو خورده، آروغش هم زده، دیگه داره راه میفته. بهش عادت کرده بودیم. دیدم که ساده تنهاست، امشب ساده خودم آوردم که با هم بزنم. دیدم زحمت چای بخشایی کشیدن. شیمی عرصی دوست کچیکمه، که تاقاییه. البته عرصی شیده نتا کردن خودشم هست. آفرین. سلام علیکم. سلام علیکم. روزی علی آقا، چی داره؟ چی گریه میکنی؟ نه مرسی. سلام علیکم. سلام علیکم. چی شده؟ چی بابا یاد بچگی افتادم وقتون گردو دوزی بی خیالش تا 50 اون هندونه رو بده ببینم. بیا گلشم واسه یه استاد این جعبه چی دیدم باز کنم باز رو خب منم اومده سلام خانم خانوما، یار بی وفا اینجوریه؟ آره مامانو پیدا کردی گذاشتی رفتی بدون خداحافظی، میخوای دوستت نداشته باشم؟ میاد میبوسه. بفرمایید قابلی نداره. خجالت میدین. من که برای گرفتن مژدگانی نیومدم. این عکس یادگاری از دو نفر نصفی با مزه دو نفر و نصفی. پریسا نگاه کن چه قشنگه. خیلی ممنون زحمت افتادین. راستش ما امشب یا فردا شب خودمون میخواستیم بیایم برای عرض تشکر خدمتتون، حالا راهو کوتاه کردیم. چشم، ولی من برای عکسم نیومده بودم، خواستم ازتون اجازه بگیرم اگر ممکنه گاه گاهی ما بیایم پریسا رو ببینیم. والا اشکالی که نداره، اما میترسم دو هوایی بشه. برای دو هوایی شدنش هم یه نقشه میکشیم. خیلی ممنونم. خدافظ.
دارم.